با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت مخاطبین گرانقدر فرادرس. در این آموزش کوتاه می‌خوایم بپردازیم به بررسی تابع زتای ریمن و همینطور در واقع بررسی فرضیه ریمن و یه سری مطالبی که مرتبط هست با این موضوع. تابع زتای ریمن یا ریمان یک تابع بسیار معروف هست در آنالیز و همینطور در نظریه اعداد و در حالت کلی به این صورت تعریف میشه که زتای S مساوی هست با 1 به اضافه 1 بر روی 2 به توان S به اضافه 1 بر روی 3 به توان S 1 بر روی 4 به توان S و همینطور تا آخر. یک جمع نامحدود هست که S در واقع یک عدد مختلط هست و میشه در واقع این شکلی در نظر گرفت. S مساوی X به اضافه I Y که در واقع میدونیم که I عدد موهومی هست که جذر منفی 1 محسوب میشه. زتای S یه همچین تابعیه و در حالت کلی خواص بسیار مهمی رو داره و یکی از مسائل بزرگ ریاضی که هنوز حل نشده ارتباط داره با همین تابع. اگر فرض کنیم که جزء حقیقی این S بزرگتر از 1 باشه، اون وقت میشه خیلی راحت مقدار این تابع رو محاسبه کرد. جالبه که یکی از کارهایی که در واقع اویلر انجام داده بود در مورد در واقع اعداد اول و فرمول معروفی که برای اعداد اول داره، از اون میشه استفاده کرد و این تابع رو به این صورت بازنویسی کرد. اگر x بزرگتر از 1 باشه، یا در واقع اگر ریل پارت این s بزرگتر از 1 باشه، در این حالت زتای s مساوی خواهد بود با یه همچین کسری که 1 بر روی 1 منهای 1 بر روی 2 به توان S، 1 منهای 1 بر روی 3 به توان S و 1 منهای 1 بر روی 5 به توان S، 1 منهای 1 بر روی 7 به توان S. اینها چیا هستن؟ اینها در واقع اعدادی که ما اینجا می نویسیم به عنوان پایه، این اعدادی که مشاهده می کنید همگی اعداد اول هستن. اعداد اول هم میدونیم که اعدادی هستن که فقط بر خودشون و عدد 1 بخش پذیرن و در واقع ستونهایی هستن که بر پایه اونها سایر اعداد بنا شدن. به خاطر این بهش میگن اعداد اول، prime numbers. خب این برای real part بزرگتر از 1 یا x بزرگتر از 1 درست هست این فرمول و فوق العاده فرمول مهمیه و در واقع موضوع آنالیز رو در ریاضیات گره میزنه به موضوع نظریه اعداد و از این نظر فوق العاده مهم میشه تابع زتای ریمن. حالا بریم جلو، میخوام در مورد یک فرضیه بسیار مهمی که ریمن داشته در مورد بحث در واقع همین تابع زتا میخوام به اون بپردازیم و مسئله بزرگی که مربوط به این موضوع هست رو با هم بیان بکنیم. این فرمولی که این پایین هست در واقع نشون میده که تابع زتا با اعداد اول کد بندی شده. به نوعی رد پای اعداد اول در تابع زتا به خوبی نمایش داده میشه و بسیاری بر این عقیدن که اگر ما این تابع زتا رو بهش مسلط بشیم و اون مسئله‌ای که مربوط هست به فرض ریمن این رو حلش بکنیم، ما قاعده اعداد اول رو هم پیدا خواهیم کرد. بجد این تابع یکی از خواص بسیار مهمی که داره این هست. فرض بفرمایید که این صفحه x و y باشه، در واقع این صفحه S هست، چون S تشکیل شده از X و Y. در واقع X همون ریل پارت S، Y همون در واقع بخش موهومی S هست. ما میدونیم طبق اون فرمولی که اینجا گفته شد، طبق این فرمول اعداد اول، ما اینجا میتونیم به ازای X بزرگتر از 1، یعنی این طرف سمت راست این خط، همه چیز رو حساب بکنیم. یعنی راحت میشه مثلا اینجا رو حالا من خط بزنم، این ناحیه کاملا مشخصه که مقدار تابعی که در واقع میخوایم چی از تابع زتا رو خیلی راحت میشه اینجاها حساب کرد. خب اما برای بقیه بخش ها چطور؟ یکی از روابط مهمی که خود ریمن اون رو کشف کرده، یک رابطه تقارنی هست که به شما کمک میکنه که اگر اینجا برای یک اسی این رو تونستید پیدا کنید، حالا اسمشو بذاریم S1، هر چی که باشه، این خط رو در نظر بگیرید، خط x مساوی 1/2، قرینه این نسبت به این رو حساب بکنید، یعنی این قرینش میشه اینجا که میشه S2. خب این S2 رو میتونید با توجه به مقدار S1 محاسبه کنید. میشه، برابر نیست، این رو تأکید میکنم که برابر نیست، ولی میشه به واسطه فرمولی که ریمان داره اگه شما مقدار این رو داشته باشید این طرف هم حساب. پس در واقع ما خیالمون از بابت این طرف هم
راحت میشه. یعنی چون این طرف رو داریم، این ور سمت راست خط x مساوی 1 رو داریم، سمت چپ خط x مساوی 0 رو هم خواهیم داشت. بهتره من این رو به جای اینکه در واقع این شکلی بنویسم، بنویسم x مساوی 1. اینم خط x مساوی 0. این ورش هم حساب کردیم. یک نواری بین 0 و 1 هست که ما اینجا اونجایی هست که در واقع بهش خیلی علاقه داریم و خیلی خواص مهمی رو داره تابع زتای ریمان که می‌خوایم به اون بپردازیم. به ازای اعداد زوج صحیح و منفی، مثل منفی 2، مثل منفی 4، مثل منفی 6، میدونیم که تابع زتای ریمن برابر 0. یعنی میدونیم که زتای منهای 2 k مساوی 0 هست، به شرطی که k مساوی 1 2، این شکلی باشه. پس یه سری 0 این شکلی داره که اینا رو خیلی راحت میشه نشون داد که چرا اصلا 0. به اینا میگن اصطلاحاً 0های بدیهی. اینها در واقع صفرهای بدیهی این تابع هستن، تابع زتای ریمن، تریویال زیروز هستن در واقع. ما با اینا خیلی کاری نداریم، اینا هم علاقه بهشون نداریم دیگه. هیچ جای دیگه این نوار اگه بذاریم کنار، نه تو این بخش سبز رنگ، نه تو این بخش نارنجی رنگ، هیچ جای دیگه غیر از این نقاط ما صفر نداریم برای این تابع. یعنی همیشه مقدار این تابع غیر صفر. این یه موضوع بسیار مهمیه. اما داخل این نوار چی؟ کلی صفر داریم، بی‌نهایت صفر داریم اینجا. و یکی از مواردی که به عنوان در واقع فرضیاتی که در مورد این تابع مطرح شده توسط خود ریمان این هست که معروف هست به فرض صفرهای ریمان یا ریمان، که میگه همه صفرهای غیر بدیهی، اونا رو برای اینکه تاکید کنیم اونا رو میگیم بدیهی، اینا که اینجا بودن بدیهی هم، اونایی که داخل اون نوارن میشن غیر بدیهی. همه صفرهای غیر بدیهی تابع زتا روی خط x مساوی 1/2 هستند، یعنی رو همون خط تقارن. ما اینو میشناسیم به عنوان خط تقارن یا خط بحرانی. ریمن ادعا میکنه که بی نهایت صفر داره اینجا. شما اینو میدونیم، این خیلی پیچیده نیست اثبات کردنش. و ریمن ادعا میکنه که و فرض کرده که همه این صفرها حتماً و حتماً روی این خط هستن. شما یه جایی خارج از این خط نمیتونید صفر پیدا بکنید. این موضوع خیلی مهمیه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه شما یه همچین فرمولی رو دارید و اگر بشه فرض صفرهای ریمن رو ثابت کرد، ما خیلی کاربردهای زیادی از این میتونیم بگیریم. و مهمترینش اینه که بخش زیادی از حقایقی که در مورد اعداد اول هست ریویل میشه و میشه گفت که نظم پیدا میکنن، اون چیزی که به ظاهر بی نظم هست. مثلا به عنوان مثال، اولین صفری که تابع زیتا داره، این اولین صفرش میشه گفت که کوچکترین صفری که در واقع داره اینه، 1/2 به اضافه تقریبی، حالا این 14.13.47 من تقریبی مینویسم، این تقریبا برابر صفر. یعنی این عددی که اینجا میبینید این صفر این تابعه، ریشه این تابعه هست. این فرض یکی از مهمترین مسائل حل نشده ریاضیات فعلیه و در واقع اگر کسی تونست این رو اثبات بکنه و یا حلش بکنه و یا حتی ردش بکنه، یکی از میشه گفت که ماندگارترین افراد خواهد شد در حوزه ریاضیات. در سال 1859 این رو در واقع مطرح کرده، تقریبا نزدیک به 160 سال هست که در واقع این مطرح شده و از همون موقع تا الان خیلی ها رو این زحمت کشیدن ولی هنوز کسی نتونسته فرض صفرهای ریمن رو نه تایید کنه نه رد کنه. و جالب هست که تا حالا بیشتر از 10,000 میلیارد یا 10 تریلیون صفر تابع زتا رو محاسبه کردن با کامپیوترها و ابر کامپیوترهای بزرگ و همشون در فرض صفرهای ریمن صفر میکنن، یعنی هیچ کدوم خارج از اون خط x مساوی 1/2 نیستن. ولی خب میدونیم که نمیشه، این یکی شبیه سازی و محاسبات نشون بده که اینطوریه. حتی اگر 10000 میلیارد صفر هم باشه نمیشه در واقع این رو گفت که درسته. خیلی مسئله مهمیه، خیلی توجه افراد زیاد رو به خودش جلب کرده. حتی مثلا آلان تورینگ، پدر هوش مصنوعی هست، وقتی که اولین کامپیوترش رو ساخت و اختراع کرد، یکی از اولین کارهایی که باش انجام داد بحث محاسبه صفرهای تابع زتای ریمن بود و با استفاده از اون کامپیوتر خواست ببینه که آیا این فرضیه درست هست یا نه، که خب بالاخره تا یه جایی رفت جلو و دید که بله فرضیه در واقع تایید نشد، ولی خب اینطوری هم نشد که درست نباشه، رد هم نشد. خب ما اگر بتونیم این رو
اثبات بکنیم، اگر روزی برسه که بتونن این رو اثبات بکنن، یکی از مهمترین چیزهایی که به دست میاریم اینه که مثلا میشه به این سوالو مطرح کرد و خیلی هم سریع بهش جواب داد. چند تا عدد اول کمتر از 1 میلیارد وجود داره؟ خیلی سریع اینو میشه مشخص کرد. و اگر همچین چیزی رو ما در واقع بتونیم بهش برسیم، تقریبا میشه گفت که بخش زیادی از اون اطلاعاتی که در بی‌نظمی ظاهری اعداد اول هست اون رو از دست خواهیم داد. چون اعداد اول حالا جایگاه خیلی زیادی در زندگی من و شما دارن همین الان، از اون گوشی موبایل گرفته و در واقع مکالمه امنی که داریم تا در واقع کارت‌های بانکیمون، تا در واقع کدگذاری ایمیل هامون، هر چیزی که به رمز و رمزنگاری ربط داشته باشه، به در واقع کدینگ ربط داشته باشه، ما تقریبا در اینها حضور تئوری اعداد و به ویژه اعداد اول رو به صورت کامل می‌بینیم. اگر این موضوع از بین بره و در واقع رازی که پشت اعداد اول هست از بین بره، خیلی خیلی چیزها تحت تاثیر قرار میگیره و ما امنیت دیجیتال که بر مبنای در واقع اعداد اول ایجاد شده این رو از دست خواهیم داد. چرا که خیلی شرکت هایی هستن که فعالن در حوزه رمزنگاری یا در واقع امن کردن فضای سایبری، اینها اساسا کل سرمایهشون فقط چند تا عدد اول خیلی بزرگ. و چرا میتونن کار بکنن؟ به خاطر اینکه اون اعداد اول خیلی بزرگ رو خیلی راحت نمیتونن افراد پیدا بکنن، چون فوق العاده زمان بر هست. اما با استفاده از فرمولی که بعد از در واقع اثبات فرضی ریمن میشه به دست آورد، با استفاده از اون نتایجی که از این کارها میشه به دست آورد، دیگه هیچ عدد اولی اونقدر در واقع مجهول نخواهد ماند که بشه بر اساس اون مثلا رمزنگاری انجام داد و خیلی خیلی چیزها عوض خواهد شد. حالا این تابع زتای ریمن خیلی تابع مهمیه و میشه به این فکر کرد که آیا امکان داره ما توابع دیگری هم داشته باشیم که همین خاصیت رو داشته باشن، یا فرض صفر ریمن در موردشون صادق باشه، ارتباط با اعداد اول داشته باشن که شاید حتی مسئله اونها هم راحت تر باشه اثبات کردنش، و یا اینکه تابعی باشه که در واقع همین ویژگی در واقع تقارن رو داشته باشه. اینها همه چیزهایی هست که سوالایی هست که معمولاً کسی که در شاخه ریاضی محض هست این چیزا به ذهنش میرسه که ما چیکار بکنیم، یا همچین چیزی میتونیم پیدا کنیم به صورت کلی جنرالایز کنیم این مفهوم رو. در حالت کلی بله هست، و به چنین تابعی ما در حالت کلی اسم L function رو میدیم یا تابع L. L function ها در حالت کلی خاصیت تابع زتای ریمن رو دارن و در واقع زتای ریمن خودش یه جور L function، اما خب کمه و پیدا کردن اینها خیلی راحت نیست. مثلا یکی از کارهایی که انجام دادن برای پیدا کردن یه L function اینه که اومدن گفتن که این تابع زتای ریمن رو در نظر بگیرید که چجوری بود. اینطوری بود که 1 بر روی 1 - 1 بر روی 2 به توان S، من رو بنویسم، این همه اعداد اول هستن، خب این همه پایه هایی که اینجا استفاده شده 2, 3, 5, 7, 11, 13 اینا همه اعداد اول هستن. حالا از روی این ما میتونیم یه تابع L بسازیم، تابع L فانکشن جدید. اولا 2 رو حذف میکنیم، مثلا با این کاری نداریم، اون یه عدد خاصی هم هست و در واقع یونیک بین اعداد اول، 2 رو حذف کردیم. بقیه اونایی که باقی مانده تقسیمشون بر 4، حالا 3, 5, 7 هرچی هستن، همه اعداد زوج فردن دیگه، اینا همه اعداد فردن، یا باقی مانده تقسیمشون بر 4 1 یا 3 هست، خارج از این حالت نیست که. مثلا باقی مانده تقسیم 3 برابر با 3 هست، باقی مانده تقسیم 5 بر 4 1، 7 بر 4 3 هست، 11 بر 4 3 هست، 13 بر 4 1. اونایی که 3 هست اونا رو مثبت در نظر میگیریم. خب و این به جای تابع زیتای اس میشه یک تابع ال اس، حالا هر اسمی میتونه داشته باشه، و در واقع همچین تابعی میشه که ما جمع بندی بکنیم، تابعی میشه به این صورت که L S مساوی میشه با 1 بر روی 3 به توان S، 1 - 1 بر روی 5 به توان S. اینا رو حساب بکنیم، در واقع ساده بکنیم، برعکس اون کاری که در واقع انجام دادیم برای تابع زیتا با استفاده از همون فرمول اویلر، میشه به این نتیجه رسید که این برابر هست با 1 - 1 بر روی 3 به توان S به اضافه 1 بر روی 5 به توان S - 1 بر روی 7 به توان S به اضافه 1 بر روی 9 به توان S، و در واقع این یک سری 1 در میان میشه از اعداد فرد. اینو تو ذهنتون داشته باشید. و این هم دقیقا همون خاصیت های تابع زیتا رو داره و صفرهاش اونجایی که امتحان شده همه روی خط 1 دوم قرار دارن، اون تقارن رو هم داره.
نه اینکه تقارن به معنای برابری نیست، اینم باز تاکید میکنم. تقارن به معنای اینه که شما نسبت به اون خط دوتا نقطه‌ای که به دست میارین متقارنن، مقدار تابع رو میتونید در یکی از اون نقاط حساب بکنید، تو اون یکی هم میتونید خیلی راحت با استفاده از یه روابطی بهش برسید. تقارن به این معنی هست که در واقع شما اگر یه نقطه رو مقدارش رو مقدار تابع رو اینجا داشته باشید، متقارن این رو حساب بکنید نسبت به خط تقارن، مقدار اینو اینجا داشته باشید اینجا میتونید حساب کنید، یا اینجا داشته باشید اینجا میتونید حساب کنید. برابری نیست بلکه ارتباط هست. یکی از مثال‌های دیگری که میشه برای در واقع توابع L در نظر گرفت مربوط میشه به کارهایی که یک ریاضیدان نابغه هندی به اسم رامانوجان انجام داده و در واقع به این شکل هست. ما یک تابعی داریم به اسم دتکیند اتا فانکشن. اتا فانکشن به این صورت تعریف میشه که اتای x، دتکیند هم اسم یک ریاضیدانی هست، حالا شما اینا رو میتونید توی ویکی‌پدیا سرچ بکنید و ببینید که اینها به چه معنی هستن. اتای x مساوی هست با x به توان 1/24 ضرب در 1 منهای x به توان 2، 1 منهای x به توان 3 و همینجور تا آخر. بهش میگن تابع دتکیند اتا فانکشن یا تابع اتا. این یه فرمت دیگری هم داره که مرتبط هست با یک نمادی به نام دلتا که بهش میگن دلتای x، و این دقیقا برابر هست با همین اتای x به توان 24. خب این کار رو اگه انجام بدیم میشه x 1 منهای x کلن به توان 24، 1 منهای x به توان 2 به توان 24، 1 منهای x به توان 3 به توان 24 و خیلی طالب این شکلی میره جلو. رامانوجان ریاضیدان هندی که واقعا سرگذشت خیلی جالبی داره، من توصیه میکنم اگه میتونید در واقع سرگذشت ایشون و اینکه چجوری خودش رو رسوند به اون سطح در واقع جامعه ریاضی، این رو حتما مطالعه بکنید. رامانوجان کاری که انجام میده یک تابعی رو تعریف میکنه، در واقع سرینیواس رامانوجان، اگه رامانوجان، یه همچین تابعی رو تعریف میکنه رامانوجان تاو فانکشن که به این شکله که قوا خواص زیادی رو داره. این به شکل کلی با این علامت نمایش داده میشه تاو ایکس. ارتباطش با این تابعه چیه؟ با این تابعه دلتا به این صورته که دلتای ایکس که برابر بود در واقع با این که x در 1 منهای x به توان 24، 1 منهای x به توان 2 به توان 24، همین دیگه، این شکلی که بود، این برابر میشه با سیگمای تاو n x به توان n به ازای n هایی که بزرگتر از 1 هستن. و در واقع تابع تاو رامانوجان، حالا با n شاید بهتر باشه نشونش بدیم، تابع تاو رامانوجان ضرایب این چند جمله ای هست که اینجا وجود داره و ما میدونیم که درجه صفر که نداره، از درجه یک هم که شروع میشه میشه این شکلی. این شکلیه که، و در واقع حتی میشد مثلا تا صفر هم تعریف کرد، به این شکل تعریف میشه که مثلا فرض کنید n تا n، اگر n صفر باشه اینم صفره، اگر یک باشه اینم یک، اما اگر 2 باشه -24 هست، اگر 3 باشه 252 هست، اگر 4 باشه برابر هست با -14.72 اگر اشتباه نکنم، اگر 5 باشه 48.30 و اگر 6 باشه برابر هست با -60.48. یه خاصیت بسیار جالبی که داره اینه، مثلا 2 رو در نظر بگیرید و 3، 2 در 3 میشه 6 دیگه. خب مقدار تاو به ازای 6 مساوی است با تاو 2 ضرب در تاو 3. و در واقع همیشه این خاصیت رو داریم، این خاصیت بسیار مهمی برای تابع در واقع رامانوجان هست که تاو m در n مساوی میشه با تاو m در تاو n، فقط به شرطی که m و n نسبت به هم اول باشند. نسبت به هم اول باشن یعنی چی؟ یعنی بزرگترین مقسوم علیه مشترک اینها GCD این M و N برابر با 1 باشه. بزرگترین مقسوم علیه مشترکشون که 1 باشه، نسبت به هم اول باشن، این خاصیت براشون وجود داره. 2 و 3 هم هست این شکلی. مثلا 3 و 5 رو در نظر بگیرید، باز همون شکلی خواهد بود. و جالبه این تابع تا این خاصیت رو داره که اگر بیاید از این استفاده کنید، میتونید یه دونه در واقع تابع L بسازید که به اسم تابع ال رامانوجان
معروف است. تابع ال رامانوجان، یعنی رامانوجان ال فانکشن، به این صورت هست که ال اس مساوی میشه با مجموع به ازای همه ان هایی که بزرگتر یا مساوی یکن تا ان تقسیم بر ان به توان اس. ما به جای تا یک گذاشته بودیم میشد تابع زتا دیگه، یعنی به جای تا یک بذارید میشه هم تابع زتا. اما تا ان هم بازی ال فانکشن ایجاد میکنه که باز همون خاصیت ها رو داره. در واقع معنیش اینه که یک منهای تا دو تقسیم بر در واقع دو به توان اس به اضافه در واقع به اضافه بهتر بذاریم دیگه، که حالا من مقدارش اصلا میذارم عددشو میذارم که منهای 24 به اضافه 252 تقسیم بر 3 به توان اس، منهای 1472 تقسیم بر 4 به توان اس و همین شکل میره تا آخر. این خودش یه ال فانکشنه، خواصی مشابه با تابع زیتا رو داره، خواص تقارنی رو داره و به احتمال زیاد فرض صفر ریمن در مورد این هم صدق میکنه. این هم جزء خانواده توابع ال هست و جالبه که حالا نتایج خیلی خیلی زیادی داشته این مطالعه ال فانکشن ها. یکی از اونها که مهمترین اینها هست و بزرگترین دستاورد در واقع چند دهه اخیر در ریاضیات مربوط میشه به همین ال فانکشن ها، به نوعی سهم بسیار بزرگی رو دارن، کار ارزشمندی هست که اندرو وایلز انجام داده. این کسی هست که ریاضیدانی هست که در همین سال 2016 هم در واقع جایزه آبل رو دریافت کرد، یکی از بزرگترین جوایز حوزه ریاضیات. کسی هست که قضیه آخر فرما رو اثبات کرد، اون هم بعد از 357 سال. در سال 1637 فرما، ریاضیدان بزرگ فرانسوی، یک موضوعی رو مطرح کرد و یکی از مسائل بزرگ ریاضیات بود برای بیش از 3 و نیم قرن. نزدیک به 360 سال طول کشید تا وایلز بالاخره تونست اون رو حل بکنه، به این صورت که علاوه قضیه آخر فرما بود و تا مدت‌ها به اعتقاد خیلی از افراد بزرگترین و حل در واقع سخت‌ترین مسئله ریاضیات بود و به این صورت بود که A به توان N به اضافه B به توان N مساوی C به توان N برای N بزرگتر یا مساوی 3 پاسخ صحیح ندارد. یعنی مثلا شما نمیتونید سه تا عدد صحیح A و B و C رو طوری پیدا کنید که مکعب اینها، جمع مکعب دو تا از اینها برابر مکعب سومی بشه، امکان نداره. حالا فرما یا شیطنت کرده بود یا واقعا راه حل داشت، یا جایی نوشته بود که خیلی راه حل جالبی هم برای این پیدا کردم و اینا، بعد کسی مثلا نتونست بین یادداشتاش این رو پیدا بکنه. به خاطر این اندیشه خیلی ها در واقع به این معطوف شد، خیلی ریاضیدان ها زحمت کشیدن، خیلی ریاضیدان ها در این راه واقعا زندگیشون رو گذاشتن، آخرش هم به نتیجه نرسیدن. بالاخره بعد از 360 سال در اوروش سال 1994 آقای اندرو وایلز این رو تونست حل بکنه. البته ایشون هم باز دوباره اول یه راه حل ارائه کرد، بعد فهمیدن که یه باگی داره یه جا، دوباره ارجاع دادن و بعد از چند سال دوباره تونست اون رو اصلاح بکنه. به هر حال یکی از بزرگترین دستاوردهای ریاضی چند دهه اخیر و چند قرن اخیر شاید نصیب در واقع آقای وایلز شد. جالب هست که ایشون در این کاری که انجام داد، یعنی اثبات قضیه آخر فرما، به کررات از موضوع ال فانکشن ها و خواص اونها استفاده کرده، که حالا خب البته خود این اثبات خیلی طولانی هست و چیزی نیست که مثلا بشه خیلی ساده در واقع اون رو بیان کرد، چون از شاخه های مختلف ریاضی اومدن و استفاده کردن. و موضوعی که هست اینه که ایشون از مفاهیم ال فانکشن ها به کررات توی اون اثباتش استفاده کرده و این هم یکی از کاربردهایی هست که ال فانکشن ها میتونن داشته باشن. به هر حال اگر فرضیه صفر های ریمن بر روی تابع زیتا یا هر ال فانکشن دیگری اثبات بشه، عملاً همونطور که گفتم پایه‌های خیلی از علوم نو به ویژه علوم کامپیوتر و به ویژه شاخه رمزنگاری به هم می‌ریزه، چرا که ما اساس رمزنگاریمون در خیلی جاها بر مبنای تئوری اعداد و تئوری اعداد اول بوده و اگر چیزی باشه که بتونه اینها رو پیش بینی بکنه، پردیکت بکنه، یا حداقل هزینه محاسباتیش رو برای کامپیوترها بیاره پایین، که به نظر میرسه با اثبات فرضیه ریمن و با کارهایی که تو این حوزه میشه انجام داد این کار انجام پذیر هست، به نظر میرسه که دیگه خیلی امنیت زیادی رو ما در دنیای دیجیتال نخواهیم داشت و این شاید باعث بشه که یه انقلابی در صنعت رمزنگاری و رمزگذاری ایجاد بشه و به چالش بکشه دانشمندان حوزه علوم کامپیوتر رو. به هر حال هر موقع که در واقع شما دارید با یک تلفن همراه صحبت میکنید
و در واقع سیگنالی که مال شما هست میرسه دست شما و توسط دستگاه تلفن همراهتون کدگشایی میشه و شما میتونید صدای مورد نظر رو بشنوید، اینکه این اشتباه اتفاق نمیفته یا کس دیگری نمیتونه این اطلاعات رو بدزده سوء استفاده کنه ازش، هر موقع که یه پیغامی رو در واقع میفرستید پیغام در واقع توسط افراد دیگه قابل باز شدن نیست، بدونید که اونجا یه سری اعدادن که این کار رو دارن برای شما انجام میدن و خیلی خیلی اهمیت کاربردی دارن این موارد در زندگی روزمره. امیدواریم بتونیم در آینده در فرادرس یه سری مطالبی مثل همین جلسه رو در خصوص ریاضیات و کاربرد اونها در زندگی روزمره، در مورد تاریخ ریاضیات، در مورد مطالب جالبی که در ریاضیات میتونه وجود داشته باشه بیان بکنیم و در اختیار مخاطبین عزیزمون قرار بدیم. همراه ما باشید، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.